سرخط خبرها. افغانستان محور گفتگوی لاوروف با وزیران خارجه سازمان شانگهای در دوشنبه. شب خونین برای طالبان در 13 ولایت کشور. و همچنان در پایان، رئیس جمهور وارد مزار شریف شد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یک دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. در اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود، اوضاع افغانستان و طرح کمک به افغانستان محور اصلی مذاکرات خواهد بود. با گزارش اسپوتنیک، سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه جهت شرکت در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری های شانگهای که قرار است در روزهای 13 و 14 جولای در تاجیکستان برگزار شود، عازم شهر دوشنبه پایتخت این کشور شود. وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان شانگهای در این اجلاس اوضاع افغانستان را که به دلیل خروج نیروهای آمریکایی و ناتو به شدت به وخامت گراییده است، مورد بحث قرار خواهند داد. شرکا همچنان به طور سنتی مسائل مربوط به مقدمات اجلاس سران این سازمان را که قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود بررسی می کنند. در هفته های اخیر، جنگ داخلی در افغانستان با تجدید حملات گروه طالبان به مناطق تحت کنترل حکومت این کشور تجدید شده و اوضاع افغانستان را ناامن‌تر کرده است. بایدن اوایل سال جاری تاریخ 11 سپتامبر را ضرب الاجل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اعلام کرد. او پس از اعلام این ضرب الاجل در سخنرانی خود در کاخ سفید گفت: یک سال دیگر جنگ در افغانستان راه حل ماجرا نیست، تنها نسخه برای ادامه بی‌نهایت جنگ است. سازمان همکاری شانگهای یا شانگهای کوپریشن اورگانایزیشن با هدف مبارزه با تهدیدهای امنیتی جدید و با گردهمایی سران کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در سال 1996 در شهر شانگهای تحت عنوان گروه شانگهای 5 پا به عرصه زور گذاشت. در سال 2005 سه کشور ایران، هند و پاکستان به عنوان اعضای ناظر به این سازمان پیوستند. هند و پاکستان در سال 2017 به عضویت دائم آن در آمدند. ایران نیز در سالهای 2006 و 2015 درخواست عضویت دائم را ارائه کرد. افغانستان، مغولستان و بلاروس نیز از اعضای ناظر این سازمان هستند. از 10 جولای 2015 کشورهای ارمنستان، جمهوری آذربایجان، نپال، کامبوج، ترکیه و سریلانکا نیز به صف متقاضیان عضویت در این سازمان پیوستند. شب خونین برای طالبان در 13 ولایت کشور. وزارت دفاع ملی میگوید که در درگیری ها و عملات متقابل نیروهای دفاعی و امنیتی در شبانه روز گذشته 267 طالب کشته، 119 تن زخمی و 4 تن دیگر دستگیر شدند. با گزارش اسپوتنیک، وزارت دفاع ملی امروز سه شنبه 22 سرطان اعلام کرده که در شبانه روز گذشته در نتیجه درگیری ها و حملات متقابل نیروهای دفاعی و امنیتی 267 تن از جنگجویان طالبان کشته شدند. این وزارت همچنین افزوده که در این مدت و توسط نیروهای امنیتی و دفاعی کشور 119 تن دیگر از جنگجویان این گروه زخمی، 4 تن دستگیر و مقدار زیاد سلاح و مهماتشان تخریب شده است. وزارت دفاع ملی میگوید که این جنگجویان طالبان در ولایات ننگرهار، لغمان، قندهار، هرات، بلخ، فاریاب، جوزجان، هلمند، بدخشان، کندز، تخار، کاپیسا و کابل کشته، زخمی و دستگیر شدند. این در حال است که در دو ماه اخیر حملات طالبان بر موازی نیروهای دولتی در نقاط مختلف کشور به شدت افزایش یافته است و در این مدت بیش از 100 ولسوالی توسط طالبان سقوط کرده است. رئیس جمهور غنی وارد مزار شریف شد. رئیس جمهور کشور صبح امروز در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی جهت بررسی وضعیت امنیتی مزار شریف عازم ولایت بلخ شد. با گزارش اسپوتنیک به نقل از دفتر رسانه‌ای ارگ، لحظات پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی وارد شهر مزار شریف ولایت بلخ شد.
منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ با تایید این خبر گفت رئیس جمهور غنی لحظات پیش وارد مزار شریف شده است. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری در این سفر آقای غنی را همراهی می کند و هدف از سفر وی بررسی وضعیت امنیتی شمال کشور عنوان شده است. همزمان با این سفر از ساعت 12 شب گذشته تمام جاده های داخل شهر مزار شریف بروی ترافیک مسدود شده است. این سفر در حال صورت می گیرد که اکثر ولسوالی های ولایت شمال به طالبان واگذار گردیده است. خبرهای جهان. افشای جزئیات صحبت‌های تلفنی پوتین با بایدن. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و جو بایدن در جریان صحبت‌های تلفنی مسئله حمله سایبری را بررسی کرد که به تایید واشنگتن از محدوده روسیه اتفاق افتاده است. با گزارش اسپوتنیک دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه روی صحبت‌های دو رئیس جمهور توضیح داد. پسکو بیان داشت که در مبارزه مشترک علیه جرایم سایبری باید مسکو و واشنگتن به سند 1999 استناد کنند که طبق آن انتقال منظم اطلاعات باید به استخبارات و سارنوالی عمومی ارائه گردد. پیشتر دفتر خبری کرملین خبر داده بود که پوتین در گفتگو با بایدن به نبود توجه به این مسائل از طرف آمریکا اشاره کرد. در حالی که مسکو آماده همکاری در این زمینه است، واشنگتن در عین حال ادعا داده که در درخواست مربوط به اقدامات علیه جرایم سایبری را ارسال کرده است. واکنش جنرال میلر به تجدید خشونت‌ها در افغانستان. اسکات میلر جنرال آمریکایی گفته است که سطح خشونت کنونی در افغانستان بالا رفته و این روند ادامه دارد. با گزارش اسپوتنیک این جنرال جنگ دیده آمریکایی میگوید که ادامه روند دست یافتن به یک توافق سیاسی در افغانستان بسیار دشوار است. قابل ذکر است که چند قبل ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در پیام پایان تویتریش نوشته بود که من از جنرال میلر برای ادامه رهبری و خدمات مثال زدنیش سپاسگزاری کردم. یادآوری میکنیم که قرار است همه نیروهای خارجی تا 11 سپتامبر سال روان میلادی از افغانستان بیرون شوند. جان باختن 11 گردشگر در حال سلفی گرفتن از اثر صاعقه در هند. طی یک شبانه روز گذشته دست کم 60 تن در دو ایالت راجستان و اوتار پرادش هند از اثر برخورد رعد برق جان خود را از دست دادند. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدئوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال را سابسکرایب و ویدئوهای من را لایک نمایید. روزتان خوش.